سلام بچه ها، خیلی خوشحالم که با ویدیو دیگه مهمون خونه‌تون شدم. خب بچه ها، این ویدیویی که میخوام واسهتون بگیرم خیلی ویدیو مهمیه و موضوعی که الان بحث خونه همه هست تو استرالیا و اون بحث مهم اینه که با تورم تو استرالیا چیکار کنیم. پس حتما این ویدیو رو تا انتها ببینید بچه ها، نکات خیلی مهم و خوبی رو میخوام واسهتون بگم که با تورمی که تو استرالیا اتفاق افتاده چیکار بکنیم. بچه ها، اول از همه مسئله رو موشکافه کنیم. اصلا این تورم چی شد که اومد؟ اصلا چرا تورم؟ اصلا تورم آیا چیز سالمیه که در اقتصاد اتفاق میفته؟ بچه ها، جواب همه این سوالها را یه جوری آره هست. اول از اینکه تورم ها یا رکود های اقتصادی یک تکنیک اقتصادی هست که برای کرک کردن، برای تصحیح روند های اقتصادی در هر جامعه رخ میده. به این مثال که بچه ها، هر کشوری نمیتونه فقط به صورت عمودی بره، هر از گاهی پلاتو میشه و بعد نزول میکنه و بعد دوباره صعود میکنه و هر موقع که میخواد جهش اقتصادی راه بیفته و هر موقع میخواد اتفاق اقتصاد بیفته یا به اصطلاحی میگن جراحی اقتصادی میخواد رخ بده. خب همه این داستان از کجا شروع شد؟ همه ما میدونیم بهونه‌ای که براش هست چیزی جز بیماری پندمی که در سال 2021 در دنیا شایع شد و اون بیماری تنفس کووید 19 بود. انگلیسیش نمیتونم بگم چون ممکنه یوتیوب این بیاد این ویدیو را فیلتر بکنه. ولی خب بچه ها، خیلی بحثای دیگه پشتش هست و الان من نمیخوام وارد یه رابیت هولی بشم که آقا فلان حزب سیاسی چیکار کرده، کیا دنبالشن و کیا پشتشن و چه قدرتای چه دسیسه پشت. اصلا بچه ها، ما از اون نقاط عوض رد شدیم. یعنی به قول بچهای دوست پزشک من میگن که ما هیچ وقت برای ما دنبال تریتمنت میگردیم، ما نمیخوام ببینیم از کجا اومده، میخوام ببینیم الان به بعد چیکار میکنیم. خب الان توی استرالیا همه دارن این مشکلات دست و پنجه نرم میکنن، به خصوص شما اگر مورگیج داشته باشیم، به خصوص اگر فرزند داشته باشیم، بچه داشته باشیم و خیلی ها دارن با این مشکلات دست و پنجه نرم میکنن. خب بچه، اولین قدمی که ما میتونیم در این کار ورداریم اینه که هممون سرامون رو در بیاریم از این برف مثل کپ و این انکار رو بذاریم کنار و دقیقا این رو بپذیریم که بچه ما رسشن داریم و ما واقعا وارد رسشن شدیم. آمار اقتصادی همینو داره توصیه میکنه بچه ها. آماری که از استرالیایی ها دارن 50% سال قبل کمتر هزینه میکنن، 40% اونایی که مورگیج دارن یعنی وامای خونه دارن نمیتونن باز پرداخت انجام بدن و دارن هارچیپ کلیم میکنن. تورم بالای حدود 7 نزدیک به 7% در اقلام داریم، بعضی از اقلام تا 34% 40% رشد قیمت داشتن و متاسفانه با اینکه مالیات بیشتری دولت داره دریافت میکنه، بودجه منفی رو ما امسال خواهیم داشت در استرالیا و خیلی احتمالش هست که رشد اقتصادی استرالیا برای اولین بار بعد از 35 سال منفی بشه. پس بچه ها، اینا یه سری فکتایی که باید قبول بکنیم. پس اصلا هیچ سوالی نباید تو ذهن هیچ کسی بمونه که آقا بگم نه اتفاقی نمیفته، دوباره میام پول چاپ میکنم، دوباره میام فهم چیز قرار نیست بیفته. میتونم پول چاپ بکنم ولی نمیخوام این کارو بکنم چون دارم تو سیستم اقتصادی کرکشن میزنم و بحثش پیش میشه، نمیخوام وارد بشم. خب الان از ماها چه کاری از دستمون برمیاد؟ بچه ها، در زمینه اقتصادی ما دو تا بحث داریم، میگن یا asset داریم یا liability داریم. asset چیزیه که شما را تغذیه میکنه و liability چیزیه که شما را میخوره، یعنی جیب شما را خالی میکنه. حالا لایبیلیتی خیلی مختلفی هست. الان خب خیلی از استرالیا دارن 60-70% روی رستوران رفتن و انترتینمنت و اینا دارن کمتر خرج میکنن و کمتر این لایبیلیتی ها دارن کم میکنن و این واقعا کار اسمارتیه. یعنی این نیست که آدم بگنم از خصاصت و فلان، نه، کار واقعا اسمارتیه. افراد کاری که میکنن میان لایبیلیتیشون رو کم میکنن. ولی حالا asset چی بچه ها؟ بچه ها، اینجا خیلی بحث مهمیه. در قدیم و در گذشته خب خیلی وارد استاک مارکت میشه. من دارم بهتون میگم اگر در زمینه بورس یا استاک شما بورس یا استاکی دارین، بچه ها من فاینانشال ادوایزر نیستم ولی منطقم اینو میگه که اگر من جای شما بودم، اگر استاک دستم بود، استاک نگه نمیداشتم. یعنی حالا کار نداشته باشه اون استاک بروکرهایی که فقط دنبال کامیشن خودشونن و فقط مثل بویلر روم، فیلم بویلر روم سل میگن، من جا باشم این asset های آن سکیوری که دارم رو یه ریاسس میکنم. پس اولین قدمی که باید بکنه بچه اون آن سکیورد asset هایی هست که داریم، حتی آن سکیور وام هایی که هست که داریم بچه. یعنی اگه از ما میشنوید، اگر وام آن سکیوری گرفتین، پرسونالی گرفتین، همین الان باهاشون تماس بگیرید، نگوشیت بکنید. مثلا اگر بچه ها شما $10,000 ریمینینگ دارین، باشه نگوشه بگم اگه الان 8 تا بهتون بدم 7 تا بدم
من خود من وام بوده که با 9000 دلار یا نصیب 10000 دلار کمتر باشون دیل کردم و زودتر پرداخت کردم و نذاشتم وارد اینترست ریت های نجومی بشه، چون میبرن بالا براتون اینترست ریت ها را، یعنی اصلا رحم ندارن و اگرم پرداخت نکنه میان خونه، زمین، ماشین اشتاری رو جمع میکنن میبرن. این یه رقم قدم اول اون unsecure asset هایی که دارین رو بچه ها تمامو از بین ببرید. اگر جایی وامی دارین، وام آنسکیور پرسونالی دارین، برین نگوشیت بکنین. اگه آپشن ایلی پیات دارین، ایلی پیات انجام بدین و تمامش بکنید بره. اگر جایی سرمایه گذاری آنسکیوری که آنسکیوری کردین، مثلا 20000 دلار دادین به رفیقتون مغازه بزنه، فلان بزنه، اونا را برگردونید دست خودتون باشه بچه‌ها، یعنی چون خیلی احتمال داره اگر رسش اتفاق افتاد خیلی بیزنس ها باس بشن، چون که هم تا الان دارن میشن. یه جوری 50% کمپانی کانستراکشنی که هستن اسمال بیزنس ها همین دارن الان بانکراپسی میکنن، یه جوری ورشکسته هستن. دیدین که 60 تا بانک توی آمریکا هستن که همشون بانکراپت هستن و اومدن یه 3-4 تاشون اعلام کردن، باقیشون رو هنوز اعلام نکردن، ولی اتفاق خواهد افتاد تا آخر امسال. این رو دارن الان تو اخبارم دارن. پس این unsecure asset ها و اون unsecure investment ها رو بچه ها حواستون باشه. حالا لاین های مختلف برای investment هست بچه ها که میتونید واردش بشید و یه asset رو به عنوان یه asset positive gearing حساب بکنید، چون asset های unsecure asset هایی هستن که همیشه با ریسک خیلی اسوسییت هستن. به عنوان مثال الان تو دوران ریسیشن بیزینس استارت نکنید بچه ها، حتی اگر بیزینس هم دارین کلوز داونش بکنید، کاری که خیلی بیزینس ها را انجام میدن. پس اولین قدمی که شما میتونید بکنید که لایبیلیتی ها را مینیمایز بکنید، از یه طرف دیگه اسیت هاتون را هم منیج بکنید. اگر آنسیکیور اسیت دارین بچه ها اینها را حتما ازش تکیه بکنید. خب قسمت بعدی که میخوام بهتون بگم اونم مورگیج خونه هاست بچه ها. شوخی چه نیست، ما الان 40% خونه ها تو استرالیا رو مورگیج کلیف هستن. یعنی چی؟ یعنی اینقدر اینترست ریت ها رفته بالا، مثلا آدمی هست 3 سال پیش خریده با یا 4 سال پیش خریده با 1.8% 1.9% الان وارد وریبل که شده بعد 7% 6.5% 6.7% 6.4% باز پرداخت کنه، یعنی دفعه 3 برابر شد اینترست ریتش. طرف بعد دفعه ماهی 3000 دلار بیشتر پرداخت بکنه، ماهی 3000 حالا هر چی مقدار لون هم بالا تر باشه بیشتر باید پرداخت بکنه. یه جوری که الان روی لون 2 میلیون دلار یه نفری خونه خیلی توپ خریده باشه، بعد الان ماهی نزدیک به 13-14000 دلار فقط باز پرداخت وامشه. حالا کنسیل و واتر و حالا چیزای دیگه هم بیمه اینا روش میاد، عدد بزرگتر از اینا میشه. خب اون بنده خدا چیکار کنن بچه‌ها؟ مارکت الان خیلی کامپتیتیو، بعد بشینید اسس بکنید. اگر بچه‌ها امکانش رو دارین دان سایزینگ بکنید و خیلی دارن این کارو میکنن، یعنی چی؟ اون خونه رو بزنید برای فروش و برید یه خونه کوچیک‌تر بگیرید، چون احتمالاً خونه رو 4 سال چند سال توش زندگی کردین، اکوئیتی ساختین و اون اکوئیتی به کمکتون میاد و میاد یه چیزی براتون خونه براتون مونده و میتونید اونو دان سایز بکنید. یه آپشن دیگه هم بچه‌ها اگر میگین نه حقوقتون اوکیه ولی ممکنه مثلا نظر براتون سخت باشه، ریفایننس بکنه، ریمورگج بکنه و خیلی دارن این کارو میکنن. و مثلا شما 25 سال از مورگجت مونده، 5 سال مورگج رو گرفتی و داری مورگج رو پاس پرداخت میکنی، ولی الان میتونی بری دوباره یه مورگج جدید 30 ساله بگیری. درسته 5 سال بیشتر میشه، ولی میتونی روی فیکس الان ببندی. مثلا میتونی روی فیکس مثلا 6% 59% 58% بخود ذاتی اکوئیتی ساختی خیلی بهتر بذات حساب میکنن ببندی. و علت اینه که بچه‌ها نه تنها 3 تا اینترست ریت دیگه قراره آر بی ای بزنه، یعنی بانک مرکزی بزنه، من بهتون میتونم پیش بینی بکنم که تا 12 یعنی تا آخر 2024 اینترست ریت تکون زیادی نمیخوره، چون میزان بدهی که وجود داره و ریسشنی که اتفاق میفته، مثال سال 2012 و 2013 که 2 سال طول کشید مارکت خودشو کرک بکنه، همون اتفاق هم دوباره داره تکرار میشه. پس این ریفایننسینگ تو آپشنتون تو ذهنتون باشه بچه‌ها، که اونایی که مورگیج دارن حتما رو اون ریفایننسینگ فوکس بکنن و دن سایزینگ. اگر خونه میتونی برین کوچکتر بگیرین یا حتی ایالت رو عوض بکنی، این خیلی بچه ها مهم هست برای خیلی کمکتون میکنه، چون واقعا اون فشار مالی از دوشتون میاره پایین، چون قراره 2 سال یا 3 سال آینده واقعا بچه ها بامپی باشه، زی دریایی که اینجور بالا پایین میره. خب یه بحث دیگه بچه ها ایمپلویمنته. خب تو دوران ریسیشن یه چیزی که باید بپذیریم که بچه ها بیکاری زیاد میشه و این رو باید قبول داشتیم.
اگر شما فردی هستید که دارین به ویدیو گوش میدید و شغلتون جزو شغلای پرخطره که حس میکنید یا هوش مصنوعی جایگزینش میشه یا نیروی اضافه توی شرکتتون هستید، من از الان زنگ خطر رو براتون میزنم، میگم دنبال شغل دیگه بگردید بچه‌ها، جای دیگه که بیشتر مفید باشین و جای دیگه که بیشتر به نفعتون باشه و بیشتر به درد بخورین و سکیوریتی بالاتر داشته باشین. حتی بچه ها دولت ویکتوریا که مقروض در این دولت استرالیا هم هست، دولت ایالت استرالیا هست، اعلام کرد قرار 5000 تا نیروی دولتی جابای دولتی جابای خیلی سکیوری هنو گفته میخواد همه رو ریداندنت بکنه. پس این رو هم در خاطر داشته باشیم بچه ها، اگر شما تو بحث ایمپلویمنت استخدامیتون کسی هستین که فکر میکنید AI هوش مصنوعی قرار شما رو ریپلیس بکنه و حس میکنید که جابتون یه جور جاب انگار مهمی در اون شرکت نیست یا جایگزین به راحتی میتونه تو پیدا بکنه، مکس نکنید، حتما عوض بکنید، چون میدونی که از یک جولای هم قراره پی رایز بزنن، حقوقا رو برن بالاتر و خیلی از کمپانی ها اعلام کردن که قراره تعدیل نیرو بکنن و خود دولت داره تخمین میذاره که نرخ بیکاری حدود 1.5% تا 2% بیشتر بشه، یعنی یه چیز حدود مثلا 70-80 هزار تا خانواده استرالیایی منبع درآمدشون از دست بدن، فرقی که نونآور خونه است کارش از دست بده. پس از الان اگر کارتون هم یه جای میلنگه از الان به فکر باشین که شغلتون یه جای برین که بیشتر مرتبط باشین. اگرم نمیدونین چه شغل انتخاب بکنی بچه‌ها، من یه ویدیو قبلا گرفتم در مورد انتخاب شغل و 8 مدل هوش، خب و اون رو برید ببینید. اگرم میخواد ببینید که تو محیط کارتون چه جوری میخواین پا جاپاتون رو سفت‌تر بکنین که محکم‌تر بشین، من یه ویدیو گرفته بودم برای استرس کاریا که مربوط به EQ میشد، هوش احساسی میشد، اونم حتما برید ببینید که بتونید توی این فرصت 2-3 ماه مونده بتونید وقت جاپاتون رو یکم سفت‌تر بکنید تو شرکت که قرار تعدیل رو بکنه، اون رئیس شما چشمش کنه بگه نه این فلانی بچه خوبیه، باش رابطه خوبی داریم، حالا نگم داریم بغل دستشو میندازیم بیرون، یه همچه حالتی. خب پس الان بچه ما موضوع مختلف رو کاور کردیم. از ایمپلویمنت که بگذریم تو بحث لایبیلیتی میرسیم به همون سیوینگ هاست. بچه ها واقعا از الان خودتون رو آماده بکنید، مثل کشتی نو که داشت چندین و چند سال آذوقه جمع میکرد، کشتی میساخت، میدونست قرار طوفان بزرگی در راه باشه. بچه ها تا میتونید الان سیوینگ انجام بدید و پولتون رو سیو بکنید. خب اسکناس دلار درست پول کش، بچه ها درست پول کش ولی خودش رو از دست میده و دیپریشیتینگ ولیو هست، ولی این رو دارم بهتون میگم دلار نسبت به کارنسی های دیگه قوی تره. ببینید به یورو چه بلایی سر یورو اومد، خب یورو 20-30% عرض یک سال اصلا از ولیوش بادتر شد، ولی خب دلار استرالیا چون کامیونیتی کلوزی هست و خب ما تریدینگ پارتنرهای خیلی بزرگی داریم و صادراتمون خیلی قویه، این دلار استرالیا موقعیت خودش رو حفظ کرده همچنان در قبال دلار آمریکا بین همون 62 تا 69 سنت خودش رو نگه داشته. پس دلار استرالیا نگه داشتن آپشن خوبیه. حالا بچه ها سیوینگ انجام بدید، چون واقعا میگم موقعی میشه که به عنوان مثال اگر کارتون هم دست داده، اگر همه چیزهای خوبی هم داشتین و مثلا کارمند خیلی خوبی بوده و اضافه تعدیل نیرو کردن، چون خیلی کمپانی بزرگ کردن بچه ها، با خیلی از دوستای خود من دیدم که کمپانی بزرگ بودن تعدیل نیرو کردن و رفتن و بنده خدا 2-3 ماه از کار بیکار شده و دیدی که ای بابا باید بره جای دیگه بگرده. برای همین برای خودتون یه کش ریزرو همیشه نگه دارین، یه پشتوانه مالی نگه دارین، حداقل برای 2-3 ماه هزینه زندگیتون، برای اون مینیمم زندگیتون پول کش داشته باشید بچه‌ها. خب اگرم توانایی دارین بیشتر حتی، و تو این مواد و تو این اوضاع کمتر سعی کنه به دیگران پول قرض بدین، اگرم پول قرض دادی همه رو طلب بکنین نگه دارین، چون بچه‌ها اگر ریسیشن بشه و یه دفعه زیر پا همه خالی بشه همون پولتون هم پر میشه، من اینو واقعا بهتون میگم. بچه ها یه آپشن دیگه، یه کار دیگه که از دستتون برمیاد توی ریسیشن انجام بدین اینه که کمپانی ها رو به جون هم بندازید. ببینید بچه ها الان قرار از یک جولای کمپانی های یوتیلیتی تو استرالیا 20% ریتشون رو ببرن بالاتر مبلغشون رو. خب بچه ها مارکت اوپنیه، مارکت آزاده، همجوری که میتونید مورگیجتون از یک کمپانی از یک بانک بگیر بدین به یک بانک دیگه و سود بکنید، مثلا یه مقدار از باز پرداختتون کم بشه یا بتونید یه 2-3 سال فیکس ببندید تا از این داستان رد بشین و بعد بین رو وریبل رد پایین بیاین، روی خریدای خونه‌تون هم میتونه همین کارو بکنه. بچه‌ها
کمپانیای وولورس، کمپانیای کولز وبسایت آنلاین دارن و حتی علی و حتی من خیلی بچه دارم رو آمازون بعضی از آیتم‌ها رو خرید می‌کنم. ما یه دوست وزی داریم، خب بچه خردسال داره، بچه 3 ساله داره و بعد داشت پوشک بخره. خب بچه‌ها پوشک ها خیلی گرون، اگر بخوام بریم بگیم یا حتی همین شیرای شیر خشکا، دوستم گفت من از آمازون می‌گیرم، نه تنها ارسال رایگانه، حدود مثلا نصف قیمت کلز و وولورس از اینجور داستانا در میاد. یا اگر خانواده‌های بزرگ هستین بریم مثلا توی فرش مارکت هایی که میذارن و آنجا مستقیم از دست خود کشاورز بخری، از دست خود تولید کننده بخری، یا واقعا میگم بچه ها از این فرصت ها استفاده بکنی. اون فلای بایز هایی که بهتون میدن بچه ها، اون کارت های فلای بایزی که بهتون میدن که مثلا هرچی پوینت هرچی خرم کنیم پوینت میگیری، اونا رو واقعا سیریس حساب بکنی، چون از اونا باید هر از گاهی مثلا یه امتیازات شامل میشه که مثلا رو فلان آیتم 20% تخفیف میذاره و میتونی جو سیوینگ برای خودتون انجام بدین. مثلا یه قسمت از خریدتون رو برین علی انجام بدین، یه قسمت دیگه از خریدتون رو برین از کولز و وولورس انجام بدین. و بچه‌ها برای اینکه هزینه ترانسپورتتون زیاد نشه از خرید آنلاینش استفاده بکنید. من الان میدونم که کولز یا وولورس برای خرید بالا 70 80 دلار ارسال رایگان گذاشتن. اینقدر بچه‌ها محتاج پول شدن که حد نداره. ولی ما شما رفتیم شاپینگ سنتر، همین چمش فیلمی که دیدین و فیلم گرفتم، اینقدر شاپینگ سنتر رو خلوت بود که اصلا نمیدم دلم نمیاد واسهتون بذارم. واقعا بیزینس ها دارن التماس میکنن برای خرید، برای مشتری ها که بیان پیششون. از این فرصت ها بچه ها خلاصه استفاده بکنیم و بتونیم سیوینگ انجام بدیم. و متاسفانه باید هممون یه مقدار توی هزینه هامون واقعا صرفه‌جویی کنیم. خب خیلی از کارها هست که من دوست دارم بکنم، خیلی از وسیله ها گجت هاست میخوام بخرم و داشته باشم و دوست دارم ازش استفاده بکنم، خیلی از مسافرت هاست که من دوست دارم برم و خب، ولی تصمیم میگیرم که برای اینکه بتونم در آینده‌ای که برام میاد بهتر بتونم استفاده بکنم، اون کار نکنم، پولم رو سیف بکنم. خب این تا اینجایی که گفتم. نکته بعد بچه ها، بچه ها من به این اعتقاد خیلی راسخی دارم که این رکود اقتصادی داره میفته و بزرگترین دستاورد و باقی مانده و چیزی که به عنوان ققنوس از این رکود اقتصادی روش خواهد کرد چیزی نیست جز هوش مصنوعی. حدود خیلی سال از 1990 بچه هوش مصنوعی در دنیا بوده. اصلا کامپیوترهایی که برای ما درست کردن، برای ما که بیان به ما اون قدرت محاسبگری و اون قدرت کامپیوتینگ و حسابگری رو داشته باشن، بتونن معادلات پیچیده رو برای ما حل بکنن. و این هوش مصنوعی اونقدر پیشرفت شدن که ربات ها اومدن، دستگاه در علم پزشکی اومد، در علم مهندسی اومد، نجوم اومد و خیلی از ماجرای دیگه. و خودمون داریم میبینیم که آردی خیلی از شغل ها رو داره از عرصه گیتی محوشون میکنه و میره بیرون. پس آخر این ویدیو میخوام بچه ها اینو بهتون بگم، هوش مصنوعی رو دست کم نگیرید، باهاش دوست بشید. به قول ایلان ماسک، اگر نمیتونی شکستش بدیم باهاش رفیق بشین. بچه ها اگر به هوش مصنوعی اطلاعاتی ندارین در موردش بخونین، در موردش خودتون رو تعلیم و تربیت بدین. بچه ها الان تو استرالیا tafecourses.com که برین، یا خودمون تیف نیو ساوت ویلز یا کلن تیف اصلا سرچ بکنید داخل گوگل، کلی کلاس هست تو برنامه برنامه نویسی، آموزش هوش مصنوعی و کارهای مختلف که داره میاد و دولت استرالیا رایگان داره اینها را آموزش میده و شما میتونید برید اینها را یاد بگیرید و استفاده بکنید که چگونه میتونید هوش مصنوعی جایگزین کنید. بچه ها یکی از شغلایی که به نظر من تا دو الا خیلی سریع وارد میشه ادمین های شرکت ها هستن، چون الان خیلی از هوش مصنوعی اومده بچه ها که قشنگ دقیقا همون ویرچوال ادمین هست، همون منشی مجازی هست، متن میخونه، متن مینویسه، صحبت میکنه، بوکینگ میکنه، اسکیجولینگ میکنه، پریزنتیشن کرییت میکنه، داکیومنت کرییت میکنه، تماس جواب میده، لینک میکنه، خیلی از این کارا رو داره میکنه. بر همین که سه شغل توسله واقعا همون پای حقوقت مونده
و الان مثلا شغلایی که الان واقعا داره میترکونه اونایی که زمانهای آیتی و تکنولوژی و برنامه نویسی و از اینجور داستانه هستن، حتی اونایی که مثلا کار پروژه میکنن، پروژکت منیجمنت میکنن، میدونن که الان خیلی هوش مثلا باید طراحی میکنه، دیزاین میکنه، تخمین میکنه، استیمیتینگ میکنه. همین تو علم خود پزشکی، دوستای خود من، همکارای خود من الان خیلی هاشون سر جی پی میدونن که ممکن تا چند سال دیگه از خودشون مورد نیاز نباشه. به همین دلیل که دولت هاست اومده مدیکر جی پی ها رو واقعا کم کرده و داره نفع میکنه. و عملا شما قبلا تو استرالیا بر رفتن به جی پی قرار پول بدید، ولی الان باید بینید پول اضافه از جیبتون بدید که برید ببینید. شما کم کم آدم ها دارن کمتر میرن سراغ جی پی ها و بیشتر فشار رو بیمارستان ها داره وارد میشه. و پس بچه هوش مصنوعی رو اصلا دست کم نگیری و حتما یه سری کورس‌های رایگانی که دولت در اختیارتون میذاره رو حتما برین استفاده بکنید. خب چه قسمت آخر ویدیو من میخوام بحث صحبتام بذارم برای اون قش واقعا آسیب پذیری که قراره توی این رکود اقتصادی و توی این تورم واقعا بهشون خیلی فشار بیاد و خیلی آسیب بیاد. خب اینها کسانی هستن که واقعا به هر دری میزنن ولی واقعا حقوق پایینی دارن، فرزند دارن و کلن خرج و دخلشون با هم نمیخونه. خب بچه شما تنها نیستین، یعنی اگر شما از اون قشری هستین که تا الان گوش دادین و الان به این قسمت ویدیو رسیدین، میخوام نمیتون بگم که بچه ها خوشبختان دولت استرالیا یه دولت یه جورای سوسیالیست هست، یعنی همه رو سعی میکنه توی دهک مساوی اجتماعی نگه داره و کاری که میکنه اینه که کلی کمک‌های دولتی هست. الان سوشال افوردبل هاوسینگ رو دارن قانونش تو دولت استرالیا تصویب میکنن، جوری که دولت داره اونایی که خب درآمدشون پایینه، نمیتونن واقعا سخت بال سرشون نگه دارن، خونه دولتی بهشون میده. اگر نیاز به کمک‌های مالی دارن، سنترینگ هست برای چالد ساپورت که حالا چالد کیر برای همون هزینه‌های مهد کودک بچه‌ها و اینا اومدن زیادترش کردن، دارن یه سری کمک‌های انجام میدن. بچه‌ها همیشه توی گوگل تو سرچ بکنین گرانتس، بزنید مثلا ویلفر، اینا رو سرچ بکنید در مورد بیزنس گرانت هایی که دولت میده که بیزنس اونر هستید، چون میدونم فقط ایندیویدوال ها نیستن، خیلی از بیزنس اونر ها هم دارن الان سافر میکنن. ترنوور اومده پایین، فروش ها اومده پایین، هزینه ها رفته بالا، هزینه کارگر رفته بالا، مالیات ها رفته بالا. سرچ بکنم برای بیزنس گرانت ها، که بیزنس گرانت هایی که وجود داره. و اگر آدم شخصی هم هستین که اقامت دائم دارین یا شهروند هستید و مشکل اقتصادی دارین، حتما سراغ یه سازمان همون سنتر لینک در استرالیا برین مراجعه بکنین و ببینین کمک میده. اگر هم همه این داستان ها براتون خیلی زیاد شده بچه ها و مشکلات روحی روانی براتون رخ داده، حتما برای منتال هیلز حتما حتما برین کمک بگیرین، همون سنترینگ برین، بهتون کمک رسانی میکنن و بهتون خدماتی که نیاز دارن ارائه میدن که بتونین از این شرایط بگذرین. به هر حال امیدوارم که بچه ها این صحبت ها مفید بوده باشه براتون و بتونیم از این رسشنی که جلوی پامون هست همه ما به خوبی به اتمامش برسونیم و بتونیم یه بار دیگه کنار هم با لبخند بشینیم. و بچه ها بهتون گفتم این رسشن ها قسمتی از اقتصاد هستن، ما تنها کاری که میتونیم بکنیم الان براش اینه که واقعا بپذیرمشون و خودم رو آماده بکنیم و توشا آذوقه راهمون رو هم فراهم بکنیم. امیدوارم که از صحبت هم لذت برده باشین. اگر این گونه بوده حتما لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره و اگر ویدیوها براتون خیلی خیلی مفید بوده حتما با دوستان خودتون به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعدی خداحافظ.